سلام، سارا هستم از پرژین وارس جوایز فارسی در لندن و یکی دیگه از مصاحبه‌های پرژین وارس جوایز فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای داریوش مدنی. بسیار بسیار خوش اومدید جناب مدنی، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون، من خیلی خوشحالم که امشب رو میتونیم با هم، امیدوارم که صحبت‌های خوبی باشه برای اینکه استفاده بشه. به هر حال خیلی خوشحالم. منم خیلی خوشحالم، ممنون که وقت عزیزتون در اختیار من قرار دادید. خواهش می‌کنم. لطفاً به من بگید که چطور شد که وارد عرصه موسیقی شدید و از چه سنی شروع کردید و مسیر رو چجوری طی کردید؟ بله، عرضم حضورتون، من بعد از انقلاب که شد، به هر حال مثل خیلیا برای تحصیل به خارج، یعنی من اومدم کشور ایتالیا، دوستامون رفتن کشورهای دیگه مثل انگلستان، در حال اینجا برای ادامه تحصیل من اومدم، ولی از اونجایی که خیلی علاقه داشتم به موسیقی، در حال ایتالیا هم کشوریه که واقعا مملو از یه کشور بسیار هنریه از همه نظرها، مخصوصا موسیقی اینقدر غنیه که آدم این فضا یه ذره که شما علاقه داشته باشی هی شما رو به خودش، اگر یه جوری بود میشه که هول شما رو هول میده بیشتر به سمت این. بله، اصلا این فضا یه جوریه، وقتی حتی میری تو کلیسا یا اینکه تو خیابونا که راه میری، همش شما خودت رو حس میکنی توی دنیای قدیم داری راه میری، یعنی کشور مدرنی به اون سبک کشورهای شمال اروپا نیستش، ولی یه مدرنی در کهنگی هستش که یک تضاد خیلی خیلی جالبیه تو این کشور وجود داره. اینه که من خیلی علاقه، اصولا از بچگی علاقه به موسیقی داشتم و هیچ وقت فرصت برام فراهم نشده بود، یعنی هیچ وقت فکر نکرده بودم که برم موسیقی یاد بگیرم. برحال من اومدم اینجا یه رشته دیگر رو خوندم، ولی دیدم این امکانات هست، رفتم به طرف موسیقی و اولین سازی که انتخاب کردم پیانو بود و رفتم کلاس سولفژ و کلاس پیانو. خوشبختانه این مثل یه دریه که به روی آدم باز میشه، بعد اونور میبینی یه دریایی هست، یه همچین فضایی برای من، یه حس همچین حسی به وجود اومد. خلاصه من با همین فعالیت در کنار تحصیل ساز پیانو رو ادامه میدادم و سولفژ کار میکردم و خیلی هم زیبا بود برام، تا اینکه تو اون سالا استاد لطفی اومدن خوشبختانه به ایتالیا. یعنی واقعا یک شانس بزرگیه واسه این که کسی که علاقه داره به این موسیقی تو این رشته، یه همچین استادی میاد و در دسترس شماست، یعنی میبینی اصلا مثل اینکه از آسمون اومده این فرشته، و این باعث شد که من علاقم خیلی بیشتر بشه و ایشون یه سری کلاس ها داشتن. من البته اون موقع اصلا میترسیدم به ساز دست بزنم، ولی خب کلاس پیانو رو اونور داشتم، منتها هی آمد و رفت میکردم به شهرشون و برحال اون انرژی که ایشون دوروبر ایشون بود، خلاصه من رو مشتاق کرد که جرأت کنم که به هر حال یه سازی دستم بگیرم. و همون لحظات که استاد لطفی اینجا بود، استاد علیزاده هم اومدن و استاد لطفی رفتن، از ایتالیا رفتن یه جای دیگه، استاد علیزاده اومدن، من کلاس موسیقی سنتی رو با استاد علیزاده شروع کردم.